بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرده که نخستین قطار انتقال زائران ایرانی از بصره به سمت کربلا حرکت کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از الفرات نیوز، دفتر اطلاع رسانی وزارت حمل و نقل عراق توضیح داد که شرکت کل راه آهن عراق 16 قطار برای خدمت به زائران 40 امام حسین علیه السلام در 4 محور اختصاص داده است. یونس الکعبی، مدیر کل راه آهن عراق، گفت که محور نخست بغداد کربلا و بالعکس، محور دوم بصره کربلا و بالعکس، محور سوم سوق و شیوخ ناصریه کربلا و بالعکس، و محور چهارم دیوانیه به کربلا و بالعکس است. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری حسین برای همه بشریت اقدام به توزیع 1200 شاخه گل رز در واشنگتن دی سی به مناسبت تعظیم شاعر سید و سالار شهیدان ابو عبدالله حسین علیه السلام کرد. هر گل سرخ با پیامی به این مضمون که این گل سرخ به افتخار مردی است که پاسدار کرامت و حقیقت انسانی، فداکاری در برابر ظلم و بی‌عدالتی و پایبند به اصول اخلاقی بود، هدیه می شود. مردی که از همه انسانیت دفاع کرد و نام او حسین، نبی پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله بود. گفتنی است در این مراسم فقط گل روز توزیع نشد، بلکه بیان ارزش‌های والای انسانی که امام حسین علیه السلام به آن سفارش کردند برای مردم بیان شد. در نتیجه ناآرامی‌ها و خشونت‌های گسترده علیه مهاجران در ایرلند شمالی، مسجد و فروشگاه‌های مسلمانان مورد هجوم قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از الجزیره المباشر، ایرلند شمالی در نتیجه ناآرامی‌های نژادی با افزایش تنش‌های فرقه‌ای که به خشونت دامن می‌زند، با یک هفته تشدید هرج و مرج مواجه است. با ادامه حملات به فروشگاه‌های متعلق به مسلمانان و خارجی‌ها که نگرانی‌ها را در مورد تشدید خصومت‌های فرقه‌ای افزایش می‌دهد، کنترل اوضاع برای مقامات دشوار است. در حادثه دیگر، جمعه شب مسجدی در یکی از شهرهای نزدیک بلفاست هدف قرار گرفت که باعث افزایش احساس ترس در میان مسلمانان شد. و خبری از قاره آفریقا. مقامات محلی نیجریه میگویند در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس به روستایی در جنوب غربی این کشور، 10 نفر از اهالی روستا کشته شدند. ماتیو ابوا، مسئول رسانه ایالت بنو در جنوب غربی نیجریه، با انتشار بیانیه اعلام کرد که در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس به روستایی در این ایالت، دست کم 30 نفر کشته شدند. در این بیانیه آمده است که افراد مسلح شبانه به روستای آیتی حمله کردند و اهالی روستا را بی هدف به رگبار بستند. این حمله منجر به کشته شدن 30 نفر و زخمی شدن بسیاری شد.